فصل 21. آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم، زیرا آن آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت: اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم، گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. سپس آن تخت نشین گفت: اکنون من همه چیز را از نو می سازم. و به من گفت: این را بنویس، زیرا این سخنان راست است و می توان با آنها اعتماد کرد. او به من گفت: تمام شد، من الف و یا، اول و آخر هستم. این است امتیاز کسی که پیروز شود. من به تشنگان از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران، بت‌پرستان و انواع دروغگویان دریاچه ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم. آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت پیاله پر از هفت بلای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت: بیا، من عروس یعنی زوجه بره را به تو نشان خواهم داد. او مرا در روح به کوه بسیار بلندی برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا به زیر می آمد. این شهر با شکوه خدایی و مانند جواهری گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و به روشنایی بلور. دیوار بسیار بلندی با 12 دروازه داشت که بر آنها 12 فرشته بود و بر دروازه ها نام های 12 طایفه بنی اسرائیل نقش بسته بود. 3 دروازه به جانب خاور بود، 3 دروازه به جانب شمال، 3 دروازه به جانب جنوب و 3 دروازه به جانب باختر. دیوار شهر بر دروازه سنگ بنا شده بود و بر آن سنگ نام‌های 12 رسول بره منقوش بود. فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت متری زرین در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه‌هایش را با آن اندازه بگیرد. شهر به شکل مربع و پهنا و درازایش یکسان بود. اندازه آن با متری که در دست داشت 2400 کیلومتر بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود. دیوارش به بلندی 165 متر بود، یعنی با مقیاس‌های انسانی که آن فرشته به کار می‌برد. دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود شهر از زر ناب و مانند شیشه پاک و روشن بود. سنگ‌هایی که دیوارهای شهر بر آن بنا شده بود، به انواع گوهرها آراسته شده بود. نخستین سنگ بنا از یشم، دومی از سنگ لاجورد، سومی از سنگ عقیق سفید، چهارمی از زمرد، پنجمی عقیق سرخ، ششمی عقیق جگری، هفتمی زبرجد سبز، هشتمی یاقوت کبود، نهمی یاقوت زرد، دهمی عقیق سبز، یازدهمی فیروزه و دوازدهمی لعل بنفش بود. 12 دروازه آن شهر عبارت از 12 مروارید بود و هر دروازه از یک مروارید ساخته شده بود. خیابان‌های شهر از زر ناب و مانند شیشه پاک و شفاف بود. در شهر معبدی ندیدم، زیرا معبدش خداوند، خدای قادر مطلق و بره بود. شهر نیازی به خورشید و ماه نداشت که بر آن بتابد، زیرا شکوه خدا بر آن نور می‌داد و چراغ آن بره است. در نور او ملت‌ها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین همه جلال خود را به آنجا خواهند آورد. دروازه‌های شهر در روز بسته نمی‌شود و شبی نیز در آنجا نخواهد بود. ثروت و جلال ملل به آنجا خواهد آمد، اما
هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است، بلکه تنها آن کسانی که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است به آن وارد می شوند.